تا کجا اومدیم؟ تا اینجا اومدیم که یه همچین چیزی رو ساختیم. اولین کاری که میکنیم توی این ویدیو این اسم پراجکت رو تغییر میدیم به این بنگاهی که ما اینجا داریم. کجا میریم داخل لی ها دیگه یا که من این رو میزنم میرم داخل لی که ما اینجا داریم و خب میام بالا یه جا نوشته پراجکت نیم که من میام پیداش میکنم اینجا اینهاش و تغییرش میدم به بنگاه. سیوش میکنم اینجا ریفرش بزنم ببینید که تغییر پیدا کرده و شده بنگاه. دراپ داون این چیزایی که اینجا فعلا داریم رو دست نمیزنم و میرم داخل create.blade.php اولین کاری که میکنم اینجا میام یه چند تا فاصله میزنم اینجا و میام یه فرم رو میسازم کجا میخوام بریم فرم بسازیم یه همچین جایی خب میدونید که پلاگین bootstrap 3 رو نصب کرده باشید میدونید که میتونید تایپ کنید bs3 form فرم رو بزنید یه همچین فرمی به شما بده حالا با این اکشنی که ما اینجا داریم به این صورت من میخوام بگم که به چه صورتی اکشن رو پر بکنید خب متد پست رول هم فرمه و اینجا نگاه بکنید من تب بزنم میره جای بعدی و به این صورت قرار میگیره من اولین کار که منم این لجند رو احتیاج ندارم داخل فرم اکشن ما چیه اکشن ما خود به کجا پست بشه نگاه کنید ترمینال رو من بیارم بالا یه جا نوشته که یا میتونید یه بار یه تایپ بکنید PHP Artisan Route List و را، لیست راوت ها رو بیاره بالا اینجا نوشته نیم میبینید میتونید که به کجا پست بکنید به به این آدرس میبینید که نوشته بنرز و متد پست اینجاست یعنی میتونید تایپ بکنید بانر بانرز و بعد استور خب ولی بانرز خالی همین متد پست ولی به بنرز پست میکنه ولی من نیم راوت دارم باز میام چیکار میکنم بچه ها این رو از اینجا تا اینجا کپی میکنم بعد برمیگردم اینجا داخل اکشنی که داریم به این صورت این رو من داخل راوت قرار میدم و داخل راوت یه سمی میذارم به این صورت قرار میدم حالا چند تا نکته دیگه هم قرار بود اینجا به شما بگم میبینید که ما داخل این بلید یه به دلیمیتر داریم به این صورت این میاد چیکار میکنه این میاد اسکیپ میکنه هر چی اچ اینجا داشته باشید اگر به این صورت هم نوشته باشید داخل به این صورت دیو مثلا داده باشید به این صورت میاد برای شما چیکار میکنه اینا همه اسکیپ میکنه یورلاتون رو انکود میکنه خیلی کار انجام بده این فقط بنر بلید برای چیز نیستش نگاه نیستش خیلی کار انجام بده اما نگاه کنید یه دلیمیتر دیگه داریم به این صورته این میاد هرچی که شما HTML اینجا می نویسید اسکیپ نمی اگه من اینجا دیو بنویسم و بعد اینجا برگردونم خب اینا رو برای من اسکیپ نمی کنه سعی بکنید اینا رو داخل دابل کوتیشن هم بذارید به این صورت یا هر چیز دیگه پس این این کار رو انجام میده این هست متد چیه متد پست پس من سعی دارم که این پست رو به این صورت قرار بدم و کار دیگه که میخوام اینجا انجام بدم اینه که رول هم, همین فرم بذارم حالا اینجا نوشته فرم گروپ و نوشته فور و بعد اینجا نیم رو داده و بعد آیدی رو داده و بعد پلیس هولدر رو داده من پلیس هولدر به اون صورت نمیخوام ولی این که تنها چیزی که میخوام قرار بدم اول میخوام بگم, بگم که استریتش uh, کجاست یعنی اینجا میخوام قرار بدم پس اینجا تایپ میکنم استریت و تنها این استریتی که اینجا داریم رو کپیتال میکنم استریت حالا دو نقطه میخواید بذارید یا میخواید همینجوری خالی بذارید اما من به جای پلیس هولدری که اینجا دارم بچا یه ولیو قرار میدم uh, به این صورت ولیو و داخل این میام یک اولدی می و و بعدش داخلش مینویسم استریت خب که به صلاح پیش به بدونه که من اگر برگشتم فرم ناقص پر شد بیاد برای من این استریتو قرار بده بعد ساب هم که همینجور تایپش ساب هستش حالا یه دونه دیگه خواهیم ساخت ولی میتونیم اینو دورش یه چیزی رپ بکنیم ولی فعلا من میخوام یه دونه دیگه اینجا پیست بکنم و این چیزی که اینجا دارم اینو اینو یا میتونیم چیکار بکنیم میتونیم اینجا یه استریت رو درگ با کامند جی رو بزنید اینا رو همه رو سلیکت بکنه بعد میاد چیکار میکنید بزنید یه بار دیگه اینا رو سلیکت بکنیم کامند جی نه از اینجا تا اینجا فقط من میخوام که این یکی سلکت بشه پس بعد دوم چیزی که میخوام بذارم اینجا اسمش رو بذارم سیتی یا بعد سمال تایپ بکنم سیتی و این رو هم به صورت کپیتال تایپ میکنم سیتی که اصلا کلا اومد پاک شد خب ما باید آی رو بزنیم و بعد اینجا بگیم سیتی کاری که ما اینجا انجام میدیم میبینید که بعض ما کورسور بلا، من بلاک میشه میبینید اینجوری چون دارم از ویم استفاده میکنم اگر میدونید ویم چیه که خیلی آره اگر نمیدونید ویم خیلی معرفه میتونید تقیب کنید در باش بدونید حالا سیتی که ما اینجا داریم اینجا قرار دادیم میتونم درگ بکنم منجی رو بزنم چند تا دیگه درست بکنم حالا میتونیم اینجا اسمش رو بذاریم زیپ زیپ خالی و اینجا میتونم بگم که زیپ یا میتونم اینجا اینو پاکش بکنم به این صورت به این صورت یا به این صورت میتونم تا بکنم زیپ Slash یا به این صورت Slash میتونم بذارید یا اینجوری Postal Code حالا زیپ یا پستال کد توی آمریکا بهش میگن زیپ ولی توی مثلا حالا اونجا که ما انگلیس هستیم میگن پست کد یا میتونیم بگیم پست کد به این صورت زیپ عدده ولی بعضی تو داخل ایران هم عدده 15 رقمی ولی میبینید که بعضی کشورها مثل انگلیس عدد و حروف با هم دیگه است مثلا w یعنی west north یعنی n یه دونه دیگه از این کپی میکنیم زیپ میام پایین پیست میکنم اسم این رو کی رو که جی رو میذارم اینجا آی رو میزنم و یه بار دیگه سلکت میکنیم این رو دی 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 من جی من این کلیم ها بذارم اسمشو country به این صورت اما اینجا میخوام تایپ بکنم country خب ولی میدونید که country اگر ما میخوام تایپ بکنیم به این صورت خب بعد یه به جای اینپوت هر کسی ممکنه هر کشوری اشش بکشه به اصطلاح تعریف کنیم من یه سلکتی میخوام این سلکت که یه اسمی داشته باشه یا یه آیدی داشته باشه اسمش رو بذاریم country همین country که اینجا هست میخوام بذاریم آیدیش هم میخوام بذاریم country و میتونی یک کلاس هم داشته باشه به نام کلاس فرم گروپ فرم داش گروپ به این صورت یا یا فرم یا فرم فرم گروپ اما فرم گروپ بالا یا این فرم کنترل کنترل به این صورت خب من نمیخوام که بیام اینجا آپشن درست بکنم دیگه آپشن نمیخوام صد هزار تا اینجا آپشن درست بکنم میگم کانتری اول ایران دوم نمیدونم یه کشور دیگه سوم همینجوری میخوام یه دراپ داون درست بکنم که کاربر بتونه من انتخاب بکنه ولی فعلا اینو به این صورت همینجوری نگر میدارم یه دونه دیگه از این کپی میگیرم و میام این پایین پیست uh, میکنم اسم یکی رو اه, یا اسم یکی رو میذارم چی زیپی که اینجا داریم رو تبدیلش میکنم به استیت استیت یعنی uh, به صلاح بگم به شما یعنی جایی که حالا آمریکا استیت داره دیگه یعنی ایالت حالا توی تمام فرمای آنلاین استیت داره مثلا میگن تهران تهران بزرگ یا مثلا میگن لندن گریت لندن استیت یعنی کدوم ایالت هست شما استیت حتما متخص... مربوط به آمریکا نیستش بعد استیت داریم یه دونه اینجا هچار میزنیم یه این بالا هچار میزنیم که یه فاصله به اینا بده اینجا هم یه دونه میزنیم که یک فاصله به این بالا بده بعد دو تا دیگه من اینجا پیست میکنم اینجا یکیش اولش پرایس هستش پس این یکی رو انتخاب میکنم یکی رو انتخاب میکنم پرایس و اینجا میگم که فروشش چقدر حالا بذارید اینا به این صورت پاک بکنیم میگم که سلینگ پرایس و خب این هم اسمش بشه پرایس ام یه دن دیگه هم تکست میخوایم حالا من این رو یه کپی میگیرم از اینجا میام اینجا پیست میکنم و اسم این اینپوتی که ما اینجا داریم رو دیگه بر میدارم احتیاج ندارم و این رو میخوام اسمش رو بذارم چی بذاریم اسمش داخل فرم گروپ که نمیخوایم بذاریم چی چی دیسکریپشن بذارم بهتر یعنی یه سری توضیحات در رابطه با خانه به شما بده حالا بعد میام پایین تایپ میکنم تکست ایریا تب رو میزنم یه اسم میخواد از من که اسمش رو هم میخوام بزنم دیسکریپشن میتونیم اینجا کپی کنیم و پیست بکنیم آیدی هم پیست میکنیم روی نمیخوام رو رو خالی میکنم میگم کالومی نمیخوام ولی روی که من اینجا دارم رو میخوام که بذاره برای من حالا بذاری آی رو بزنیم اینجا همون ده بذارید باشه توی تکست اریا فقط میخوایم بگیم که یه ولیوی رو اینجا برای ما پس بکنم old و بعد همین دیسکریپشنی که ما اینجا داریم پیست میکنم اینجا و دیگه چی میخوایم این تکست area بود یه دونم که تکست area که هیچی یه دونم فرم گروپ برای باتون درست میکنیم. حالا یه دونه اینجا نیوید که نمیشه فرم گروپ من برای باتون هم همیشه این کار انجام میدم و اینجا دیو رو میبندم و باتون رو داخل فرم گروپ قرار میدم سابمیت که ما اینجا داریم btn btn-primary تایپش هم سبمیت یه اسم هم باید بدیم چون ما داریم با PHP کار میکنیم همه تو میدونید و خب اسمشو فعلا یا اسمم نمیخواد بدیم همینجوری فعلا باشه ولی میگم که create-banner اینجا قرار بده برا من پس اینا اینجا تا پاک میکنم تایپ میکنم create-banner سیو میکنم اینجا و میایم بالای بذ ببینیم اصلا فرم چجوری شده خب ببینید که الان یه فرم به این صورت درست شده تکست اریا ای ما یه دونه کلاس میخواد به نام فرم کنترل فکر میکنم تا حالت بگیره ریفرش آن اینم حالت گرفت و اینجا میشه کرییت بنر این پایین نمیدونم میبینید یا نه بذارید یه مقدار اینو من ببینید الان میبینید کرییت بنر به این صورت اینجا یه خط این بالا یه خطه و اینجا کانتری هم فعلا خالیه درستش خواهیم کرد هوم دیسکریپشن هم یه مقدار اینجا فاصله است می‌بینید اینجا اینا این فاصله است به خاطر اینکه ما اینا رو داخل یه خط دیگه اینجا قرار دادیم اینو داخل یه خط قرار بده ریفرش بزنید فاصله برداشته میشه اگر یه همچین مشکل تکست اریا همیشه عادت داره داخل یک خط باشه این از این حالا من داخل بعد از این تکست اریا میخوام یه فایلم آپلود بکنم ولی میخوام از یک نرم افزار شخص سالس استفاده بکنم که کاربرایی که میخواد خونه بفروشن عکسای خونهشون رو دراپ کنن اینجا به که اینکه دونه دونه آپلود بکنن و بعد ازش استفاده کنن ولی فعلا من میام یه همچین چیزی رو دو دوباره کپی میکنم اینجا و بعد اینجا داخل اینجا پیست میکنم و اسمش رو اینجا می نوشته پرایس من انتخاب میکنم و بذارید اسمش رو بذاریم چی اسمش رو بذاریم فوتوز فوتوز یعنی عکس ها و تایپش باشه اگر اینجا نگاه بکنید یه تایپ داریم ما به اسم فایل که برای من تایپ رو بر من قرار میده و خب اولد هم که نمیتونیم اینجا قرار بدیم اصلا ولیو نمیخوام قرار بدیم در رابطه باش این ولیو رو من از اینجا تا اینجا پاک میکنم و میدید که وقتی داریم فرم وقتی داریم فایل پس میکنیم باید داخل فرمتون این بالا که داریم بعد از اکشن و فرم و رول و اینا یا بعد از پست من قرار میدم میگم انک تایپ انک تایپ داریم که حالا میدید که مولتی پارت فرم رو بعد اینجا مولتی پارت فرم دیتا رو پس بکنیم اگر من ریفرش بزنم الان اینجا میبینید که یه همچین چیزی هم اینجا ساخته شده که فایل رو انتخاب میکنه خب اما وقتی من کرییت بنر رو میزنم چی میشه نوشته توکن میس میچ اکسپشن یعنی که بعد شما باید بیام اینجا CSRF توکنمون رو هم قرار بدیم یا میتونید به این صورت قرار بدید CSRF field به این صورت اگر من بیام جوری ریفرش بزنم دیگه اون رو باید به من نده میبینید که الان من داخل بنرز فورم رو داخل بنرز ثابت میکنه این از CSRF field به این صورت میتونید قرار بدید حالا به اون از این هم میتونید استفاده بکنید ولی این فرقش اینه که من دارم از HTML استفاده میکنم دیگه اسکیپ نمیکنه حالا میدونید که کجا میشه میدونید که اگر من میرفتم داخل ترمینال میره داخل پست یا بنر پست میگه که میره داخل اپلیکیشن کنترلر بنرز کنترلر داخل استور سیو یعنی کجا اگه من برم داخل بنرز کنترلری که ما اینجا داریم اینهاش هاش میره کجا کرییت نه استور اینجا اینجا سیو میشه پس من میتونم اینجا چیکار بکنم کارامو شروع بکنم انجام بدم